پارتیتور ویولونسلا، ویولون یک، ویولون دو، کلارینت و سازهای بادی، پیانو، اینم مال خودم، برای بچه آواز هم بهشون دادم. همه چی آماده است. آرش فولادوند هستم. به زندگی من خوش آمدید. به خونه من خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم که این وقت صبح اینجا هستید. امروز روز خیلی خیلی شلوغی دارم، برای همین اول صبح از خواب بیدار شدم و تمام نوت‌ها رو دارم مرور میکنم برای شب. از اون طرف رئیسم از شرکت زنگ زده برای اینکه حتما امروز باید تحویل پروژه داشته باشیم، بر همین اساس خیلی خیلی فشار کاری بالاست، ولی خیلی جالبه که شما هم با من بیاید شرکت و شرکت هم ببینید و زندگی مهندسی رو ببینید. از اون طرف هم شب با همدیگه میریم که آخرین تمرین قبل از اجرای نهاییمون رو داخل کلیسا ببینید که برای من خیلی خیلی مهمه. امشب علاوه بر ارکستر، گروه کور و هار ما را همراهی خواهد کرد. در گروه کور ما 4 جایگاه صدایی داریم: جایگاه سوپرانو، آلتو، تنور و باس. یکی از قطعاتی که اجرا خواهیم کرد بوی جوی مولیان استاد روح الله خالقیه که حتما شنیدینش. یکی از آهنگای دیگه ای که روش خیلی خیلی کار کردیم آهنگ بهار دلنشینه، ساخته باز روح الله خالقی، آهنگساز فقید ایرانی و با شعر بیژن ترقی. این آهنگ برای اولین بار با صدای مخملی استاد بنان اجرا شد در رادیوی ایران، رادیوی گلهای رنگارنگ شماره 224 و در بیات اصفهان و همچنین همایون اجرا شده بود که خیلی خیلی به گوش آشناست و جز موسیقی فولکلور و اصیل ایرانی محسوب میشه. من با صدام 2 دقیقه میذارم که تو ذهنتون بیاد. یه گروه چند نفره خانومند با صدای زیر که دارن اینو بیان میکنن. خب در کنارش وقتی میریم جلو و این جملات تموم میشه، یه قسمتی هستش این که شاعر داره به معشوقش میگه که به یاد بهارها بیوف و برگرد. این قسمت رو دادن به بچه های آلتو و بچه های آلتو میگن تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان تا نسیم از، ولی در این حال سعی کردیم صدای بلبل بهار که داره مثل بلبل چهچهه میزنه تو قسمت سوپرانو بمونه و اینجوری میشه. تا آلتو داره میخونه تا بهار زندگی، سوپرانو داره جواب میده تا بهار، این صدای تق 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 تق، این چلچه چه چه چهیه که تو صدای سوپرانو نگه داشتیم و صدای بمتر آلتو داره جوابش میده. و من فکر میکنم که این چیزهایی که به این آهنگ برای اولین ما رنگ و بوی جدیدی داره میده، در این حال که در رنگ بندی و ارکستراسیون موسیقی ایرانی هنوز باقی مونده. من بعد از مدت‌ها بالاخره به آرزو پارسا رسیدم و اومدم این آهنگو با یه ارکستراسیون هرچند ساده و با گروه کور پارسا برای اولین بار اجراش کرد. چیزی که خیلی خیلی جالب بود این بود که واقعا احساس کردم که بچه‌های فرانسوی از این رنگبندی موسیقی شرقی بسیار خوششون اومده بود و با اشتیاق داشتن آهنگو اجرا می‌کردن و این خیلی 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 برای من جالب بود. ببین الان بعد از 3-4 سالی که دارم آهنگ می‌سازم برای ارکستر، بچه مشترک تمام آهنگامو فکر میکنم واقعا لغت وطن و ایرانه، به صورت ناخواسته، یعنی از درونم واقعا تراوش میکنه، احساس میکنم. یکی از آهنگایی که مثلا امشب گوش خواهی کرد توی این تمرین کلی آهنگ شکوه اتحاده و یک آهنگ در کل حماسی میشه اسمشو گذاشت، میگه آزاد باش ایرانم جاودان نامت، پر نور و فروزان خورشید
بر آسمانت، لاله دوباره روید از مزار شهیدان، غم دور از مردمان، شادیشان جوشان، خاک دشتت پاک باد و رودهایت خروشان، باورت در دلها پا بر جا، سرزمین من ای لا 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 لا. آقا میگن کم کم دیگه بریم، محل کار من اونور پاریسه و خیلی خیلی باید تو راه باشیم، بر همین اساس هرچی سریعتر حرکت کنیم بهتره. ها محله‌ای که امروز اومدیم، جایی که توش کار میکنم اسمش هست لدفانس، یه محله مدرن تو پاریسه و تمام شرکت‌های بزرگ فرانسه داخلش برج دارن. مثلا اینجا برج توتاله که شرکت نفتی توتال توش کار میکنه، اونجا برج ماست، برج تکنیپه که الان میبرمتون داخلش هم دیگه رو میبینیم، اونجا اینجا برج الکتریسیته یا برق فرانسه است بهش میگن ODF، و اینجا واقعا مرز سنت و مدرنیته است. اونور شما فرانسه و پاریس کاملا قدیمی و سنتی رو می‌بینید و اینجا چیز کاملا مدرن و منطقه کاملا مدرن فرانسه رو می‌بینید. من پاریس رو این علت انتخاب کردم که اولا از کوچیکی پاریس رو دوست داشتم با نماد برج ایفل صادقانه، بعد از طرفی از اونجایی که هم موسیقی کار می‌کردم و هم مهندسی، پاریس بهترین مراکز علمی جفتشو داخل خودش داره و من میتونستم هم مهندسی و هم موسیقیمو با هم دیگه اینجا بخونم. پاریس شهریه که زنده است، به وضوح زنده است و شما هنر و عشق رو در سر تا سر بافت شهر میتونید ببینید. از وقتی که صبح سوار مترو میشید میبینید که مردم دارن توش ساز میزنن، از آکاردئون و گیتار گرفته یا حتی آواز خالی، تا اینکه وارد محیط کار میشید انواع معماری رو میبینید، معماری مدرن میبینید، معماری پست مدرن میبینید، یا حتی معماری های قدیمی فرانسه از دوره ناپلئون، اینا دست نزنن و هنوز مراکز کاریشون تو همون معماری نگه داشتن. صادقانه سخت‌ترین دوره خارج از کشور اولین سالیه که شما از خانواده دور میشید و میخواید واقعا تمام راهوشای زندگی رو تک و تنها تو غربت پیدا بکنید، و باز سخت‌ترین لحظه‌اش لحظه‌ای که بعد از یک سال شما خارج از کشور بودید برمیگردید ایران و دوباره میخواهید برگردید مثلا تابستون برای سال دوم مهاجرت. اون لحظه جدایی از خانواده و تو ذهنتون که دوباره برمیگردم تو اونم سختی، اینقدر شکننده است و اینقدر صادقان آدمو خورد میکنه که یادم که بار دوم که داشتم میرم فرانسه بعد از یک سال، پشت تو این مسیری که از در میخواستیم رد بشیم، گیت رد بشیم، من جوری گریه میکردم که دو سه تا خانم جلومون اصلا مون نکه باید خب تو که یه قدری گریه میکنی چرا باید از کشور خارج بشی. پاریس خیلی شهر قشنگیه ولی به هوای پاریسیش اعتباری نیست. قبل از اینکه ببرمتون داخل شرکت، یک از کاری که من دوست دارم میخوام واسه بگم اینه که من تو کوچه های پاریس راه برم و تو افکار خودم گم بشم و همیشه یک المان هایی هستن تو این کوچه پس کوچه ها که من از دنیای خودم میکشه بیرون، یا کارهای هنری هستن یا رفتارهای انسانی هستن. مثلا من هر روز صبح از اینجا رد میشم و میرم شرکت، ولی مثلا این امروز اومدن گذاشتن اینجا و ببین چقدر جالبه. خب رسیدیم به محل کار من، شرکت نفتی تکتیپ. من طبقه 29 این برج کار میکنم. دوست دارم که الان با هم دیگه بریم بالا. امیدوارم که بتونیم بچهای سکیوریتی رو رد کنیم با دوربین و با هم بتونیم بریم بالا. اونجا با محیط مهندسی زندگی ما آشناتون میکنم و با همکاران امیدوارم که بتونیم پیداشون کنیم تو گوشه کنار شرکت و همچنین با تمام پروژه‌هایی که دست به گریبانیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. طبقه 29 و طبقه 29 کلش قسمت
کف دریاست، سابسی بهش میگن و اونجا تمام پروژه های مختلف، چه به لحاظ استرکچر، چه به لحاظ ژئوتکنیک، چه به لحاظ قسمت های مختلف مهندسی شما اونجا میبینید. و دپارتمان ما نزدیک 15 تا مهندس هستیم که با هم دیگه کار میکنیم و همراه من بیاید. از بالا به ویوی که روی کل لدفانس محله دارید خیلی فوق العاده است. این همین ساختمونیه که الان از کنارش رد شدیم. سال 1962 اینا همچین بنایی ساختن رو سه تا پایه کاملا بتونی. بیاید الان از بزرگ اینجا نشونتون بدمش. یه ساختمون عظیم بتونیه که روی سه تا پایه ساختنش و به قول فرانسوی کلاسیفیه شده، یعنی که در فرانسه جزء ساختمان‌های قرار داشتن که هیچ وقت اجازه تخریب نداره و جزء آثارشون به ثبت رسیده. کار کردن اینجا بدین صورته که خب همه دارن کار میکنن و تو ذهن همه اینه که خیلی خب من اول صبح بلند میشم میام سر کار، کاری که دوستش دارم و علاقه دارم به انجامش، و وقتی کارشو تمام میکنه شب میره مثلا یه استراحتی میکنه، یه ورزش میکنه، میره تو خونه. ولی کار کردن تو ایران اینجوری نیست. یعنی شما علاوه بر اینکه مهندس یه شرکت هستید، یا باید شرکت خودتون کنارش داشته باشید، یا اینکه باید بتونید برید یه جای دیگه کاری، حتما یه کار دوم دارید. و من فکر میکنم که مهندسایی که اینجا هستن به لحاظ خیال خیلی آسوده ترن و بدون استرس کار میکنن تا کسی که تو ایران نشسته. و البته نه همشون، ولی باز فکر میکنم که قسمت زیادی از مهندسای ایران که مثلا تو اون دوره کارآموزی دیدم که هم استرس دارن که آیا کارشون رو دارن درست انجام میدن یا نه، و هم به لحاظ مالی در مضیقه هستن چون باید خرج زندگی رو در آورد. یه چیزایی که خیلی جالبه اینه که تمام مهندسا اینجا خود شرکت بلا استثنا واسهشون شرایطی فراهم میاره که مثلا ورزش بکنن، ورزش رایگان، استخر رایگان، یا مثلا ژیمناستیک رایگان، یا یوگای رایگان، یا کلاسای گیتار، یا کلاسای پیانو رایگان. حتی ما داخل خود شرکت طبقه دوم مثلا پیانو داریم که مهندسا خیلیاشون میان طبقه دوم بین ساعت 2 تا 12 مثلا استاد پیانو واسه 12 تا 2 استاد پیانو واسهشون میاد که واسهشون پیانو درس بده، یا استاد گیتار میاد که واسهشون گیتار درس بده. یه روز کاری من اینجوری شروع میشه که من شروع میکنم به محاسبه کردن که سازه‌های بزرگ نفتی که قرار بگیرن روی عمق خاک در عمق 1200 متر اقیانوس، اینا چطوری با توجه به وزنی که دارن چطوری روی خاک قرار میگیرن، و آیا این خاک کلا به خاطر اینکه جنس 1200 متر زیر آب فقط لایه، آیا این میتونه وزن اینا رو تحمل بکنه یا نه، و اگه نمیتونه تحمل کنه ما به عنوان مهندس متخصص چه راهکارهایی باید بهشون ارائه بدیم که بتونه در واقع به این نتیجه حاصل بشه. مثل ماشین مسابقه ما رو گذاشتن توی جریانی به نام جریان کنکور و نشستیم خوندیم تا سر از دانشگاه تهران درآوردیم تو رشته مهندسی عمران. ولی واقعیتش اینه که وقتی وارد جو دانشگاه فنی دانشگاه تهران شدم، به مرور زمان از رشتم خیلی خیلی خوشم اومد و برای فوق لیسانس اومدم فرانسه. یه دوره یه ساله فوق لیسانس گذروندم تو فوق لیسانس تحقیقاتی، بعدش در مدرسه ملی راه و پل پاریس، و بعدش در انیستیتوی نفت فرانسه دکترامو تو همین زمینه شروع کردم، در زمینه خاک. واقعا زندگی من اگه بخوای بررسی کنی میبینی که من از ساعت مثلا 8 تا 9 صبح کارمو شروع میکنم، میام تا ساعت 6 بعد از ظهر داخل شرکت، هر روز باید کار کنم 6 بعد از ظهر تا ساعت 11 شب، یا باید برم دانشگاه موسیقی، یا اینکه یه گروه 30 نفره، گروه کره که باید 30 تا 40 نفره رو باید که بچهای حرفه‌ایمون هستن باهاشون کار کنم، یا اینکه باید برم با بچهای ارکستر کار بکنم، یا اینکه باید برم خونه و به مشقایی که باید برای دانشگاه موسیقی برسم انجام بدم، یا اینکه پنجمی روز هفته باید کنار خانمم باشم و به هر حال زندگی شخصی همسر هم هست. بچهایی که هستن داخل اکیپ واقعا بچهای سمپایی هستن و خیلی ارتباطات خیلی خوبی داریم، میگیم میخندیم، به موقع با هم کافه میخوریم، به موقع
غذا میخوریم و واقعا آدمو تو جمع خودشون راه میدن و این خیلی خیلی مهمه. چیز دیگه‌ای که خیلی خیلی مهمه موقعیت ژئوگرافیک شرکته. یعنی واقعا روی متروهای قرار گرفته که من با یه خط مترو میام کنسرواتوار، با یه خط مترو میام سر کلاس‌های آوازم، با یه خط مترو میام خونه و خیلی خیلی راحت کارام میکنم. دانیل اومد. We're working together in different projects. So in geotechnics department here in Technip, and what we are actually doing is designing structures for everything about transportation of oil and gas, and the design of foundation basically for subsea structures. And his supervisor, so he's actually combining two careers, which is very interesting for me. And I think it's not easy for him, but he's doing a good job. Yes, I do. Bonsoir. Allez, venez. توی این کیفم تمام نوت‌های بچه ارکستر هستش که همه آماده کردن و داخل این ساک هم خب کامپیوتر مهندسیمه. مرسی. بون ویکند ها. مرسی. من وقتی تز دکترام تموم شد سال 2010 به بحران اقتصادی اروپا خوردم و کار مهندسی به هیچ عنوان نبود، مخصوصا که واسه خارجی ها باید گواهی کار میگرفتیم، خیلی خیلی سخت بود. تا 9 ماه بیکار بودم. از قبلش تدریس پیانو و سولفژ رو شروع کرده بودم با 5-6 نفر و اون موقع احساس کردم که چون تازه ازدواج کردم و باید خرج زندگی بدم، باید فشار کاریمو روی موسیقی بیشتر بکنم. واقعا شاید در عرض 2-3 ماه این 4-5 تا دانشجویی که داشتم و با من آواز و سولفژ کار میکردن رسیدم به 15 نفر و همین 15 نفر بودن که با حمایت انجمن بهار در واقع شکل کلی یک کور به خودش گرفت و با مرور زمان وقتی چند تا آهنگ ایرانی بهشون دادم و اجرا شد و یک عالم ایرانی اومدن تو برنامه‌مون و دیدیم که پول بلیط میشه در آورد و میشه برنامه رو خیلی بزرگترش کرد، این گروه 15 نفره راحت شد به 45-50 نفر. 500 تالار در پاریس وجود داره و این تالارها هر شب پرند و نشون میده که چه حجمی از موسیقی کلاسیک داره تو ذهن مردم فرانسه تزریق میشه. خب اگر شما به عنوان یک خارجی بیاید یک آهنگی از موسیقی شرقی واسه اینو اجرا کنید، این کاملا واسه اینو جذابیت داره و تازگی داره و همین بوده که باعث موفقیت ما تو فرانسه شده. موزیسین های فرانسوی بی اندازه از موسیقی شرقی و مخصوصا موسیقی ایرانی استقبال میکنن و خیلی هاشون با حقوق های خیلی خیلی پایین حتی حاضرن که بیان و این موسیقی ها رو اجرا کنن و این باعث موفقیت موسیقی ماست در فرانسه. الان میخوام ببرمتون توی یه فاز دیگه، توی دنیای دیگه، دنیای هنر و دنیای موسیقی به عنوان یه رهبر ارکستر و یک آهنگساز. Yeah.
Vous chantez pour votre pays. Chante fort, diffuse l'énergie. تجربه کار با آرش والا یه ذره گوش درد گرفتم. شما ماشاءالله خیلی داد میزنه. ولی خیلی خیلی برام جالب بود چون دیدم که در این حال که آدم نگاه میکنه نوتو میبینه یا میشنوه بچه‌ها رو میبینه میگه خب مثلا چه کار ساده ای، ولی بعد که فکر میکنه میبینه نه چه کار سختی. و همینجا من از آرش تشکر میکنم به خاطر تمام زحمتی که کشیده و تمام بچه‌هایی که کمکش میکنن و من دوستم به نوبه خودم کمکش کنم چون زندگی من موزیکه و باید این کار کرد. نمی‌شناختم و ولی خب آوازش رو شنیده بودم کلا تو پاریس و کلا میگفتم که مثلا چیه اینا، کیان اصلا، چرا اینا، ولی بعد که از طریق یه سری دوستان باشون آشنا شدم خوشم اومد. من تقریبا الان 5 ماه اینجا اومدم و بعد از 2 هفته من آرش رو شناختم. در جریان کارش بودم که قراره یه کنسرتی اجرا کنه، دنبال چند نفر میگرده برای گروه کورالش و اینکه اومدم تست دادم قبول شدم. بعد اومدیم داخل کار، داریم تمرین میکنیم الان برای کنسرت. به نظر من مهمترین خاصیت آرش دیسیپلینشه و پشت کارشه. یعنی ما وقتی که 3 ساعت در هفته مینیمم و از 2 ماه مونده به کنسرت هفته 2 بار یعنی 6 ساعت موزیک کار میکنیم، تقریبا بدون تنفسه. شاید 5 دقیقه بهمون تنفس بده و سر 5 دقیقه دوباره شروع میکنه. تفاوتی که این کور با کورهای دیگه که من عضوش بودم، کور فرانسوی، کور امریکایی که قبلا توش آواز میخوندم، خب یک اینه که به فارسی آواز میکنیم که خیلی لذتش بیشتره. دوم این که با نوت کار میکنیم، برای اینکه اغلب اوقات رهبرای کور حوصله این که بیان به آدم یاد بدن که چجوری صحیح آدم بخونه رو ندارن و همین که آدم گوش موسیقی خوب داشته باشه میگن خب بیان جزء کور بشین. یه چیزی که خیلی خیلی جالبه برای این که همش از من میپرسن که آقا جون کار رهبری ارکستر چیه، برای چی یه نفر باید واسه اینا رو چیز کنه. ببین دقیقاً اینه که تمام نوتا نوشته شده واسه همه و همه دقیقاً میدونن که باید چه چیزی اجرا کنن، ولی اینکه با چه سرعتی باید اجرا بکنن خیلی خیلی مهمه. مثلا وقتی که 1 2 3 1 2 3 میدی، ممکنه یک نفر تو ذهنش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 باشه، تو یه نفر تو ذهنش ضربش باشه 1 2 3 1 2 3. اینکه یک نفر هست داره به همه ضرب درست دیدید، مثلا تو موسیقی مثلا پا میزنن یا اینجوری موزیسین ها مقدارن گیتار میزنن پاشون رو تکون میدن، این دقیقا کار رهبر ارکستر دست راستشه. از اون طرف وقتی که تو مرکز ثقل تمام این صداها واستادی، احساس میکنی که خیلی خوب بعضی وقت صدای ویولون خیلی قوی شده باید صداشو کم کنی، یا صدای زنها تو سوپرانو خیلی قوی شده، یا سازهای دیگه همینطور. بر همین اساس دست راست، دست چپ هستش که دقیقاً داره به همه میگه که حجم صداییتون رو چطور کنترل کنید. بعضی از اوقات این مایم که دقیقاً باید بگیم تو چه لحظه‌ای شروع کنم و تو چه لحظه‌ای تموم بکنم. شباهت بزرگی که بین این کار من به عنوان رهبر ارکستر و همچنین آهنگساز وجود داره با کار مهندسی اینه که باید سعی بکنی خودتو تو یک اکیپ بقبولونی و انسان‌ها رو درک بکنی کنار خودت. مثلا انسان‌ها تو ویولون‌ها شخصیت‌های متفاوتی دارن، بچه‌ها تو قسمت آواز هر انسانی شخصیت متفاوتی داره. من به عنوان رهبر باید این منم که باید بتونم تک تکشون رو بفهمم و احساس کنم که چی تو ذهن اون می‌گذره و چطوری میتونم راهنماییش بکنم. تو مهندسی هم دقیقاً همینطوره. تو مهندسی هم تو دقیقاً می‌بینی که توی اکیپی که دارن یه پروژه رو جلو می‌برن، بعضیا بد اخلاقن، بعضیا خوش اخلاقن، بعضیا زیادی شوخی می‌کنن. اینکه واقعاً بشه با همه کار کرد و پروژه رو به شکل درست و دوستانه پیش برد، این کار خیلی مهمیه که تو قسمت هنری من به مهندسی من کمک می‌کنه و متقابلاً.
عجب شبی بود. مرسی، مرسی که از لندن اومدید، از اول صبح تا این وقت شب کنار من بودید. میدونم خسته اید، منم خیلی خستم، ولی میارزید. این بود 24 ساعت از زندگی من. دمتون گرم بچه‌ها، مرسی. خدا نگهدار.